استیزاه وزیر اقتصاد و دارایی دستور کار جلسه روز سهشنبه و ادامه دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی است به گزارش سایت الف که بعد از زور روز یک شنبه انتشار یافت کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارش خود درباره اختلاس 3000 میلیارد تومانی تاکید کرد که مقامات وزارت اقتصاد و بانک درگیر در بحث تسهیلات یا اعتبارات اصل اسنادی در این پرونده کاملا در جریان این اختلاس بودند و باید پاسخگو باشند رضا تقیزاده تحلیلگر امور اقتصادی در اسکاتلند در این زمینه به صدای آمریکا گفت رفتن و موندن آقای حسینی خیلی مهم نیست مهم این است که در جریان استیزاه و به عنوان مخالف و موافق مطالبی که علیه دولت و عملکرد اقتصادی دولت در مجلس مطرح خواهد شد و به عنوان وسیله تبلیغاتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت هدف اصلی اون تلاشی است که مخالفین دولت به اصطلاح ترتیب دادن و به حال میخوان که به اون دست پیدا بکنن در حالی که زهره الهیان نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر پیش بینی می کند که نمایندگان مجلس به استیزاه وزیر اقتصاد و دارایی رأی مثبت دهند در عنوان اصلی صفحه اول روزنامه تهران امروز روز یک شنبه می خانیم فشار بی سابقه برای نجات وزیر اقتصاد بانکداران و استانداران برای رهایی شمس دین حسینی به میدان آمدند استانداران به دنبال این هستند که یک حاشیه امنیت خاص برای او درست بکنند که مالا هدف ایجاد این حاشیه امنیت دولت است به نظر نمی رسه که این تلاش به نتیجه درستی برسه و بر کناری او هم وضعیت خاصی برای اقتصاد ایران فراهم بکنه اقتصاد ایران بیمارتر و ناسالمتر از اون است که امثال آقای حسینی آمدن یا رفتنشون بتونه نتیجه بر جریان و روند اون باقی بگذاره عباس علی نورا عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در گفتگو با سایت خبری تحلیلی فردا نیوز گفت حضور مافیای اقتصادی در سیستم اقتصادی کشور محرز و آشکار شده است در جریان یک اقتصاد دولتی پرهیز از این فساد امکان پذیر نیست و دولت با افسایش کنترل بر دارایی های مردم و اصرار بر داشتن اقتصاد دولتی نه تنها زمینه این فساد رو فراهم کرده مستقیما در اون دست داشته همچنان به ادامه اون اصرار می‌ورزه از دید رضا تقیزاده استیزاه وزیر اقتصاد تنها بالا رفتن یک پرده از نمایش اختلاس دولت بوده و بی تردید در صورت ادامه وضعیت موجود سیاسی در ایران آخرین اختلاس هم در ساختار اقتصاد دولتی ایران نخواهد بود وفا زربهاری صدای آمریکا